President Trump, Afghanistan, please. What do you think about Afghanistan, Mr. President? دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تهدید کرده که در صورت اقدام خصمانه از سوی عراق در زمینه خروج نیروهای آمریکایی تحریم‌های را علیه بغداد وضع خواهد کرد. پارلمان عراق روز یکشنبه به خروج نیروهای آمریکایی رأی داد. توجه کنید به متن کامل این گزارش. پارلمان عراق روز یکشنبه با تصویب قطعنامه در جلسه اضطراری خواستار خروج نیروهای خارجی شد که در ائتلاف زیر رهبری آمریکا در جنگ با داعش در این کشور مستقرند. در حال حاضر 5000 تن از نیروهای نظامی آمریکا در عراق مستقرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه در برگشت از فلوریدا به واشنگتن به خبرنگاران گفت اگر عمل خصمانه در کار باشد و آنها کار را انجام دهند که به نظر ما نامناسب باشد، ما تحریم های را بر عراق اعمال خواهیم کرد، تحریم های بسیار بزرگی را. او تاکید کرده که تحریم های احتمالی علیه عراق شدیدتر از تحریم ها در برابر ایران خواهند بود. ترامپ ادعا کرد که حکومت در بغداد مجبور خواهد بود که از زینه برخی زیرساخت های آمریکا در عراق را باز پرداخت کند، از جمله پایگاه هوایی را که آمریکا میلیاردها دلار برای ساخت آن پرداخت کرده است. رئیس جمهور آمریکا همچنان تاکید کرد تا زمانی که این ازینه را پرداخت نکنند، ما آنجا را ترک نخواهیم کرد. پارلمان عراق در این مصوبه از حکومت این کشور خواسته که جلو استفاده زمین و فضای عراق از سوی نیروهای خارجی را بگیرد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ابو مهدی المهندس معاون فرمانده گروه شبه نظامی عراقی روز جمعه در یک حمله هوایی ایالات متحده ای آمریکا در عراق کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رسمی عراق INI، عادل عبدالمهدی سرپرست حکومت عراق گفت که برای خروج نیروهای خارجی از این کشور اقدامات لازم انجام می شود. دفتر عبدالمهدی در بیانیه گفته که مقامات عراقی در بخش‌های مختلف در حال تهیه یادداشت برای طی مراحل اجرای تصمیم پارلمان در خصوص خروج نیروهای خارجی اند، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. عبدالمهدی پیش از این خطاب به مجلس گفته بود که فعالیت‌های سربازان خارجی در عراق باید به برنامه‌های آموزشی محدود شوند و در مأموریت‌های جنگی شرکت نکنند. او علاوه کرد که ما دو گزینه داریم: پایان دادن فوری به حضور نیروهای خارجی یا تعیین جدول زمانی برای آن. وزارت خارجه آمریکا گفته که ایالات متحده آمریکا از این تصمیم پارلمان عراق ناامید شده است. مورگان اورتاکوس سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد در حالی که ما منتظر رضایت بیشتر در مورد ماهیت و تاثیرات قانونی قطعنامه امروز هستیم، به شدت از رهبران عراق می خواهیم تا اهمیت روابط اقتصادی و امنیتی در حال انجام بین دو کشور و ادامه حضور جهانی ائتلاف برای شکست داعش را مورد بازنگری قرار دهند. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، مقر کاخ سفید، واشنگتن دی سی. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. تلویزیون بهار دارای برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. تلویزیون بهار سعی و تلاش نموده تا افغانهای ما را در بیرون کشور بیشتر تحت پوشش قرار بدهد. این فعالیت اجتماعی و این ارزش‌های ملی و فرهنگی ما بر یک آرشیف بسیار غنی فرهنگی مبدل گردیده است که ما در نظر داریم تا این آرشیف بزرگ در برنامه‌های مختلف با شما بیننده عزیز و گرامی شریک بسازیم. هیچ کودک نباید دور از درس و تعلیم باشد.